دوستان عزیز، به کانال آشپزی نارگل خوش اومدید. برنامه امروز ما طرز تهیه ماکارونی ایرانی هستش. ماکارونی و پاستا به شیوه های مختلفی طبخ و تهیه میشه، اما در ایران یه دستور پخت کارکرد بیشتری داره که شاید بتوان گفت ماکارونی ایرانی. مواد مورد نیاز: ماکارونی 300 گرم، گوشت چرخ کرده 200 گرم، قارچ 100 گرم، فلفل دلمه 1 عدد، رب گوجه فرنگی 2 قاشق غذاخوری، پیاز متوسط 1 عدد، سیب زمینی برای تدک 1 عدد که میزان سیب زمینی بسته به کف قابلمه داره، پودر پاپریکا، پودر آبیشم، زردچوبه، پودر فلفل سیاه، نمک و روغن به میزان لازم. مقدار کمی روغن کف مایتابه میریم و پیازی رو که ریز خورد کردیم بهش اضافه میکنیم. پیاز رو کمی تفت میریم. تا پیاز ها کمی سبک بشن. پیاز رو نباید سرخ بکنیم. پیاز ها که کمی سبک شدن، گوشت چرخ کرده رو به پیاز ها اضافه کنیم. کمی تفت میدیم تا رنگ گوشت چرخ کرده تغییر بکنه. و کامل گوشت چرخ کرده از هم دیگه جدا بکنیم. بعد از اینکه گوشت چرخ کرده کمی تفت خورد، میان فلفل دلمه ای رو که به این شکل ریز خوب کردیم اضافه میکنیم به گوشت چرخ کرده. فلفل دلمه ای نباید زیاد تفت بخوره. بعد از فلفل دلمه ای پودر فلفل سیاه، کمی زردچوبه، نمک کم می‌ریزیم به خاطر اینکه رفتمون شوره، پودر پاپریکا، و آبیشم رو اضافه می‌کنیم و کمی تفت می‌دیم. کمی که تفت دادیم، رب گوجه فرنگی رو اضافه میکنیم و تفت میدیم. تا کامل رب رنگ باز کنه و بوی خامه دیگه نده و مخلوط بشه با بقیه مواد. که کمی تفت، قارچی رو که به این شکل خورد کردیم اضافه میکنیم به مواد ماکارونی. یه تفت کوچولو قارچ رو میدیم. کمی که قارچ رو تفت دادیم، میایم نصف یک لیوان آب جوش اضافه میکنیم به مواد ماکارونی تا کمی مواد نرم بشه
و زمانی که آبش کامل کشیده شد آماده است برای مکانی. آب نباید زیاد بریزیم به خاطر اینکه مواد رو له میکنیم. حرارت رو کم میکنیم و اجازه میدیم تا آب مواد کامل کشیده بشه. مقدار آب روی حرارت قرار میدیم. آب که به جوش اومد مقداری زردچوبه من اضافه کردم. این دل بخواست، بستگی به سلیقه شما داره، به خاطر اینکه رنگ ماکارونیتون یه مقدار تغییر بکنه. برای اینکه ماکارونی از هم جدا بشن و نشسبن مقدار کمی روغن هم اضافه میکنیم و کمی نمک هم داخل آب جوش میریزیم. مرحله بعد میان ماکارونی ها رو داخل آب جوش میریزیم. این سلیقه‌ایه، میتونید درسته یا به دو قسمت تقسیم کنید. من به شکل درسته میذارم. کمی که نرم شد 8 دقیقه میذاریم مکارونی ها بپزه. بعد از 8 دقیقه مکارونی ها نرم شدن و موقع آب کشیشون هستش. از آب بلند برای آب کشی مکارونی استفاده میکنیم، چون آب سرد موجب میشه که ماکارونی دوباره سفت بشه. برای دم کردن ماکارونی مقداری روغن کف قابلمه میریزیم. سیب زمینی ها رو که من میخوام اینجا تدیکش کنم به شکل قلب قالب زدم. سیب زمینی ها رو کف قابلمه میچینیم. سیب زمینی ها رو که کف قابلمه چیدیم، بعد میم یه لایه مکارونی آب کش شده رو میریزیم. سعی میکنیم مکارونی ها به دیوارها نچسبه، وسط جمع باشه، به خاطر اینکه تدیکی که ایجاد میشه میسوزه و قابل استفاده نیست. بعد از اون میایم مایه ای رو که آماده شده بهش اضافه میکنیم و کامل مخلوط میکنیم. به همین شکل ادامه میدیم تا کامل مواد رو داخل ظرف بریزیم. مواد رو که کامل داخل قابلمه ریختیم میام دم میکنیم. 30 دقیقه اجازه میدیم تا ماکارونی دم بکشه و آماده بشه. ابتدا حرارت رو زیاد میکنیم، دمش که بالا اومد حرارت رو کم میکنیم تا زمانی که آماده بشه. ماکارونی ایرانی ما آماده شد. امیدوارم شما هم این غذای خوشمزه رو آماده و در کنار عزیزانتون میل بفرمایید. خوشحال میشیم ما رو لایک کنید و به کانال ما بپیوندید. ممنون و متشکرم.